جاسنگ مورد چیه؟ باندی هستن که تحت عنوان مسافرکش توی شهر دور میزنن. افرادی که به عنوان مسافرکش منتظر خودرو هستن که به چه مسیر کنن، اینها رو سوار میکنن. اینها دو نفرشون در عقب خودرو قرار دارن و نشستن. اون شهروندی که میخواد سوار شه، اینها یک نفرشون پیاده میشه و این شهروند در وسط قرار میگیره. خب بهانه شون این است که این نفری که پیاده میشه میگه من میخوام مسیر نزدیکتر پیاده شم که شهروند در وسط قرار بگیره و اینا بتونن مسلط بشن بر شهروند. گوشیش هم که همونجا صحبت میکرده، گوشیش ازش میخواسته بگیره، بعد دو تا چاقو زدن رو دستش، این دستش دیگه از کار افتاده. من سر کار میومدم، بعد پول نقد و گوشی و طلا داشتم همراه. بعد گفتم که سوار اتوبوس نشم، سر امام رضای دو جای فلک ها ایستادم. بعد همین ماشین اومد، گفتم تا تبرسی 38 هم بریم، گفت بشینین امروز صلواتیه. بعد به مرزی که نشستم نزدیک زیرگذر حرم، با مش زدن تو سرم، منو بیهوش کردن. گوشی که من جوری چنگ شده دستش ول نمیکرده دیگه، دو تا رو کتفش زدم، بعد جلو سینش رو سه تا زدم دستش. پشت سر هم با کارت میزده دیگه. فقط این نمیدونسته که بابا متوجه نبوده آقای دستش قفله که گوشی رو ول نمیکنه. کارت رو دست ایشون زدن، دستش قفل شده. قفلش کلا تاندماش که چون چیز آسیب دیده قفل بوده. بعد که منو بردن سمت کلات، سمت کلاکوب بردن. بعد کیفمو گرفتن ازم، گوشیمو، 4 میلیون تومان پول نقد و یه انگشتر بود. بعد که ازم گرفتم ماشین را افتاد، دوباره برگشت من مورد ضرب و شتم قرار داد. کجا سرقت میکردی؟ توضیح در خصوص سرقتات بده. سرقتی بود از میدون بار تا امام حسین، جای دیگه هم نزد. بارنده بودم و پشت فرمون نشسته بودم. الان هم اشتباه کردم، غلط کردم. ایشون هم جابرابر وقتی بچه‌ها رفتن برای دستگیری ایشون، خب این با قمه به مامور حمله ور شد که اونجا باز با تیراندازی ایشونو زمین گیر کردن، نه با تیراندازی هوایی که به هر حال اونجا دیگه متوقفش کردن و زمین گیرش کردن. خب ایشون هم سعیدم به همین شکل موقع دستگیری خب از طبقه دوم یک ساختمون خودشو انداخت پایین که فرار کنه. به هر حال اون پوشش محیطی که پلیس داده بود نتونست فرار کنه. گفتم اگر افراد با چاقو به شما حمله کنن به مامورین پلیس، مامورین طبق قانون به کارگیری سلاح میتونن از سلاحشون استفاده کنن. قانون به کارگیری سلاح خب یکی از مواردش بحث سارقین هست. سارق متوقف نشه و موظف مامور ما اول تیراندازی هوایی و بعد کمر به پایین هدف قرار بده. خب در موردی هم که به مامور دیگه کسی به مامور حمله کنه که دیگه حکمش مشخصه و مامور ما بلافاصله مجاز هست به شدت برخورد کنه و با قاطعیت برخورد کنه و اون سارقو در صحنه زمین گیرش. چهارشنبه بود 16 فروردین، من داشتم میرفتم محل کار، اینا به عنوان مسافرکش منو سوار کردن. بعد دو سند جلوتر یکی انگار سرنشین گلوی منو گرفت، چاقو گذاشت کلم سر منو زیر ماشین کرد. سرمو زیر ماشین کرد دیگه، گوشیمو برداشت رمز شو واکر. من سر کار ساعت 7 و نیم صبح 12 فروردین بعد یه دفعه اومد جنده شد، کیفم افتاد رو زمین، خم شدم، دو تا دستام گرفتم منو کشون زمین کشون. بله زانوم، حالت قلبی هم دارم، قندم رفت بالا دیگه. دو تا خانم بودن جرأت نکردن بیان جلو. من وام ازدواجمو تازه ریخته بودم، بعد توی کارت هم من 100 خورده میلیون پول داشتم. همون شبم هم از من شهرستانی هستم، میخواستم برم نیشابور، توی گاراژ دارم من منتظر بودم، بعد اینا اومدن گفتم ما میریم نیشابور و من سوار شدم. بعد از اینکه سوار شدم سر منو پایین گرفتم با ضربات چاقو و پشت چاقو میزدن تا سر من، میگفتن که رمزشو بگو. لپتاپ داشتم، گوشی داشتم، هر چی داشتم بالاخره از من گرفتن. میبرن اینا رو در یک مسیر حاشیه‌ای و یک مسیر خلوت که میرسونن اونجا با تهدید قمع، با ضرب و شتم مال باخته، آبر بانک، وجوه نقد، ارزم بشه کارت‌های بانکی اگر دارن از اینها به زور میگرفتن و رمزش هم همونجا با تهدید میگرفتن و بلافاصله به خاطر اینکه این شهروند مراجعه نکنه به پلیس و اقدامات در جهت مسدود حسابش قبل از اینکه انجام بشه، میرفتن به فروشگاه‌ها مراجعه میکردن و اقدام به خرید اجناس میکردن و حساب کارتی رو خالی میکردن و در ادامه باز دوباره میرفتن اجناس رو به یک مال خرید دیگه به قیمت دیگه میفروختن. 5 میلیون ایرانچه‌ای داشتن تو کاپشن بود، من کاپشن برداشتم بردن. بعد 2,34,000 کارتم برداشتن. گوشیم 6 میلیون تومن یه ماه خریدم. آبرام توش بوده، داروام، هر چی بگی، ساعت مچی، فقط پول 2300 تومن داشت، زیاد پول نه. فقط گوشیم کلی مدارک و اسناد و اینا توشه. شناسنامه‌ام بوده، کارت میدین فقط نبوده، در آورده بودن. کارت آبربانک با رمزش از شما گرفتن همونجا و رفتن از کارت برداشت کردن. من سرم زیر ماشین بود، من متوجه نمی‌شدم کجا هستن. شما رو تو ماشین نگه داشته بودن موقعی که برداشت می‌کردن. مطمئن بشن که رمز کارت درست هست. رمز کارت هم اون شب از من به زور گرفتن که وام ازدواجم هم بود، 100 خورده میلیون بود.
و بعد از همون بلافاصله سری رفته بودن و خرید کرده بودن. دیگه اصلا نشد که من اونو بتونم مسدود کنم. یه شگردیشون روزی میافتن چی میاد فرداش تعطیلی باشه، نتونی زودتر نتونی اقدام کنی بری مثلا مسدودگر کارت یا شکایت نه. دقیقاً روزی که فرداش تعطیلی بود. یه شماره تلفنی هست میگن اگر یه وقت کارتتون رو بردن میتونید تماس بگیرید که اون شماره تلفن مربوط به پلیس فتاست که آنی حساب شما رو مسدود میکنه. میدونید چنده؟ اون شماره رو من اون شب تماس نگرفتم، تماس گرفتم با خود بانک. خود بانک ها یک شماره دارن، هر کدوم یک شماره مخصوص دارن که اگه تماس بگیرین مشخصات خودتون رو کامل بگین مسدود میکنه. چی جوری بوده؟ چی کار میکردین؟ به عنوان همین مسافر سوار میکردین درسته؟ سوار میکردم عقب. شما جلو میشستی و پشت فرمون بودم، هیچی هم دستم نبود. یعنی دو نفر عقب میشستن سوار میکردن، گوشی رو میگرفتم پیاده میکردم. سوار میکردن که شما سوار میکردی؟ سوار میکردن چیه؟ شما راننده بودی وام استادی خودت تو جدو از این ماجرا نمیتونی بگیری دیگه. سوار میکردین اون دو نفر که عقب بودن اونو خفگیری میکردن، وسایلش و مدارکش و پولاشو میگرفتن. این قمه که در دست متهم عقبیه بوده به اسم مصطفی و اکثر شوکات با این ضرب و جرح شدن، بسیار تیز و برنده است. در روز دستگیریش هم با همین به مامورین ما حمله کرد که حالا خودش یه مقدار آسیب دیده. نیمچه که میگن چیه؟ هی میگفتن نیمچه نیمچه. اونا بچهای مشهد به این قمه 50 سانتی و بزرگتر یه مقدار کوچکتر میگن نیمچه. شما هم قبول دارین چاقو داشتن اینا دیگه؟ دو نفری که عقب بودن چاقو داشتن. شما هم چاقو داشتی؟ خب شما ای آقا هم چاقو داشت؟ هر دو نفر با چاقو می‌زدین درسته؟ این گورخا هست، این کارد گورخا است اونجایی که می‌بینید. دقیقاً و این در اختیار راننده بوده، اون سعید سرکرده باند مال خودش هم هست و با این خیلی از اونایی که به شما اعلام می‌کردن که دارن از با تهش تو سر ما می‌زدن با این با ته گورخا. بله. ببینید الان فلزم هست، یعنی کاملا این حالت مثلا چوب و اینا نیست که بگیم مثلا این مثلا چوب فقط می‌خوره تو سرشون. 120 میلیون تومانی که اعلام می‌کرد تمام کارت منو خالی کردن مال وام ازدواجم، با این ضربه بهش زدن. من رفتم این سارقین رو از نزدیک دیدم. این سارقین رو متأسفانه همه این افراد سابقه دار بودن و اون فردی که در طول مسیر سرقت بعضی از مال باختگان رو بعضی از طعمه‌های خودش رو با ضربات چاقو به شکل بسیار وحشیانه و به صورت بسیار بیرحمانه مورد آسیب قرار داده بود، فردی بود که قبل از هر گونه عملیات سرقت مصرف مواد داشت و من صحبت و مصاحبه که باهاش داشتم که آقا چرا شما شهروند رو که مالش رو برده بودی مجروحش میکردی و زخمیش میکردی، میگفت دست خودم نبوده و در اون لحظه متوجه هیچی نمیشدم. اصلا کارش اهمیه، چون که قبلا هم سابقه همین کار داشتن. 9 سالم است که زندان بودم برای هم سرقت و از این حرفا. بعد از دوباره آمدن بیرون باز مجدد شروع کردن به کار، باز یک باند بزرگتری هم انگار اینا درست کردن که اصلا همین کار رو بکنن. سابقه قبلیشون چی بوده؟ سابقه قبلیشون هم خب دقیقاً به همین شکل بوده، زورگیری بوده سال 1392 و اونجا هم دستگیر شدن توسط خود کارگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدن. خب 15 سال در مراجع قضایی اینا محکوم شدن به حبس. خب 9 سالشو طی کردن، خب عف کردن، باز دوباره آزاد شدن و حدودا 6 7 ماه پیش که آزاد شدن مجددا باز دوباره این اعضا با هم دیگه جمع شدن و همون گروه هم هستن، به اضافه یک دو نفر دیگه که خانمی هم هست متاسفانه جهت جلب اعتماد شهروندان اونم با اینا همراه شده و باز دوباره به همین شیوه و شگرد کارو شروع کردن. خانمی که با شما تو سرقت ها بود کیه؟ دختر سعید بود. دختر سعیده. او تو چند تا سرقت ها با شما بود؟ 10 فقره. 10 تاش با شما بود. اون چی کار میکرد؟ اون کارتا رو خالی میکرد. اینا چیه قضیه؟ اینا اموالی که اینا در زمانی که مستقیم کارتا رو پول داشته به علتی بتونن سریع خارج کنن، در مغازهایی که اونجا بودن با همکاری همون خانومی که اعلام کردن کارت رو به صورت خرید نقدی انجام میدادن، یا تلویزیون خرید میکردن یا لپتاپ یا لوازم صوتی باند و برای پخش ماشین. باند و پخش ماشین انگار از همش بیشتره. بیشتر گرفتن چون راحت تر براشون توی مشهد فروش میشه. فکر کردم علاقمند موسیقی، یعنی پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت رو میخواستن گوش کنن که میفرمایید نه راحت تر فروش میشه. بعد مثلا اینو در یکی از کارت‌ها نزدیک 85 میلیون تومان وسایل رو خرید میکنن و به مبلغ 25 میلیون تومان به مغازه دو تا اونورترش میفروشن. بعد از این قضیه چقدر شما ترسیدید؟ من خیلی الان از اون موقع تا حالا یک سر خوابشون رو میبینن چه اتفاقی برای من افتاده. یعنی من الان خودم دیگه میترسم برم سر کار. اما میگم انقدر ترسیدم که از صبح سر کار میام ساعت 6 صبح جرئت نمیکنم ماشین سوار شم. فقط حاضرم پیاده برم تا سر کارم ولی ماشین سوار دیگه نشم. حتی اسلام هم دیگه میترسم بگیرم خدا شاهده دیگه. من الان میترسم میخوام برم شهرستان، اصلا نمیتونم سوار، یا از اون روزی که این اتفاق افتاده کلن سوار تاکسی نمیشم. حتی تاکسی که
تاکسی من سوار نمیشم، چه برسه به سواری یا شخصی. دوستانی که مورد حمله قرار گرفتم، به نظر شما با اینا چه برخوردی باید بکنن؟ نمیدونم، یک کاری فقط باید بکنن که نگاهی تفلک مثلا ساعت 2 شب میره سر کار، خدا شایده با یک بعضشی دستش الان قصای وام ازدواجش مونده. اینه که الان کاری که خود چاکیدن با ما باید همونجو بشه، دست شارقت کنن که دیگه از این کارا نکنن. اگه ما کشور اسلامی هستیم چرا نباید مجازات اسلامی واسه سارقین انجام بشه؟ زندان یه سوایسنا فایده نداره، اینا فقط باید مثل عربستان عوض بدن قید کنن که دیگه کار نتونه بکنن، مثلا همونا که چاقو دست کنه. طبق قرآن هستش که دیگه باید دست قطع کنن، پا قطع کنن. اگه این کار رو انجام بدن دیگه 4 نفر دیگه بعد از اون کار نمیرن دزدی انجام بدن. یه بحثی هست که میگن باید حد که هرز بشه، بحثای از این دست که مثلا هرز جاییه که اون مال نگهداری میشه، جای فلان. من تا علمای محترم عرض به حضور مبارکتون بس این هست، میگن فقه شیعه پویاست. الان کسی که ماشینشو بیرون تو خیابون پارک کرده، قفل فرمون زده، دزگیر زده، همه اینا رو زده، به نظر دیگه بزرگواران این هرزه. یه مقدار باید در تعریف هرز به نظر میرسه یک باز تعریفی بشه دوستان، یعنی فقط چارچوب در خونه رو نبینن. بله بله، واقعا خب به همین طریق هم هست. الان مقام محترم قضایی هم دغدغه‌شون همین هست و ما هم خواهشی که الان داریم، این تصویرم پخش میشه، خب مردم هم گلای من هستن، اقدامات اینها باعث ایجاد رعب و وحشت عمومی هم شده است و اینا بر اساس اون قرار محاربه ای که برای اینها ان شاء الله ما انتظار داریم از مراجع محترم قضایی که برای اینها قرار محاربه در نظر بگیرن، ان شاء الله به اشدترین مجازات تعیین شده در قانون ان شاء الله برسن.